اوتو نگیم که اگه جفت باشه خب هدف پروگرام است. میر بافا نیم و معنا کنه. اگر x بالای 2 تقسیم شد و باقی مانده مساوی با 0 بود. پس چی نو یک عدد است؟ هی جفت است. جفت در انگلیسی چی میگن؟ ایون. خب و else اکو اوت. نه؟ تاقه در انگلیسی اوت میگن. آلی 45 تاقه است یا جفت؟ تاق است. مطمئنم که تاق است. میبینیم که جواب بر ما تاق برس آمد. و اگر همی عدد جفت برش بتیم مثلا 48 آلی چی است؟ جفت. و بر ما چیزی که برس میه even است. خب این از نمریک اپریتر ها در قسمت ریاضیگی. و اینکریمنت و دیکریمنت هم جز نمریک اپریتر ها گرفته، ولی به نظر من از حالت نمریک اونا خارج هستن و این هم حتما باید دارینه. چی میکنن؟ و اگر منفی باشم این اپراتور رو چی میشناسیم؟ اینکریمنت و دیکریمنت. اینکریمنت یعنی افزایش زیاد کردن و دیکریمنت یعنی کاهش یا کم کردن. صرف یک واحد یا یک مقدار یک درجه از مقدار قبلی کم میکنن، یعنی x هر مقداری که داشته باشه یک به او افزایش میدن، یک زیاد میکنن و یک از او کم میکنن. و تا مثلا اگه x ما 4 باشه در این حالت 5 و در این حالت 0. درست؟ و این در کجا زیادتر استفاده میشه؟ بگی؟ نظر سی پلاس پلاس؟ در کجا این زیاد استفاده میشه؟ همین اپراتورهای اینکریمنت و دیکریمنت. در شرطی نه. وقتی که شما چی رو با وجود میاریم؟ لوپ با وجود میاریم. لوپ مثل فور یا مثل وای. هر وقت شما در لوپ استفاده میکنیم باز از این اپراتورها زیاد استفاده میکنیم. و در لوپ ها این دو عملیه یا دو اپراتور بگیم باعث چی ظاهر میشن؟ باعث کاونتر. سیست که لوپ ها شما میکنیم که یک نقطه شروع داره و یک نقطه خط و تا زمانی که شرط مصدق هست این چی میکنن؟ همین لوپ بار بار تکرار شده میره. اما باید یک چیزی داشته باشیم بفهم این دفعه چندم است که این حلقه اجرا میشه که بالاخره این حلقه خود چی کنیم؟ فینیش ختمش کنیم. در لوپ ها باز به حیث کامپر ظاهر میشه همین اینکریمنت و دیکریمنت. در دیگر جواب معمولا استفاده نمیشه. خب اسایمنت اپراتورها هستن. در قسمت اپراتورهای اسایمنت خود اسایمنت میشناسیم؟ اساین به معنی چی است؟ اختصاص دادن. یعنی یک چیزی رو به یک چیزی تعیین کردن. هر وقت شما نوشته میکنید مثلا دلار x مساوی بر همین علامه مساوی چی میکنن؟ مقدار طرف راست در واریبل طرف چپ ذخیره میکنن. سکن بسیار ساده است در زبان گفتن، اما چقدر یک مفهوم مهم است. اساین همیشه مقدار طرف راست در واریبل طرف چپ سیو کنه. یعنی اینجا هیچ وقت نمیتونه که چیز غیر از واریبل باشه. طرف چپ همیشه باید یک واریبل یا یک متحول باشه، نمیتونه یک عدد ثابت باشه. اما طرف راست چی گفتیم؟ مقدار. این مقدار ممکنه یک دایرکت یک مقدار باشه مثل 3 یا حتی میتونه چی باشه؟ دلار y مساوی با دلار y جمع 1. حالا چی میشه؟ این دیگه یک مقدار مستقیم نیست، بلکه مقدار قبلی y جمع 1 میشه، یعنی یک واحد اضافه میشه و نتیجه در y ذخیره میشه. همیشه مقدار طرف راست در واریبل طرف چپ سیو میشه. اما در قسمت اساین کردن صرف چی؟ صرف همی علامت مساوی را نداریم. این خود یک مقداری است که مستقیماً یعنی خالص مطلقاً این مقدار را در این واریبل سیو میکنه بدون اینکه کدام کار دیگه را انجام بده. اما همی اپراتورهای اساین میشه یکم انکشاف داد و به نام چی یاد میشه وقت باز؟ کامپاوند، یعنی مرکب. اپراتورهای کامپاوند به طور مثال ما میگیم جمع مساوی، یعنی هم عملی جمع بر ما انجام بده و هم چی کنن؟ اساین کنن. این اپراتور چی میکنن؟ اول جمع انجام بده و بعدم اساین میکنن. بازم این دیگه بس مقدار طرف راست در واریبل طرف چپ سیو میکنن. اما حال یک عملی جمع هم چی شده؟ اضافه شده. مقدار قبلی x با 3 جمع میکنن و نتیجه رو دوباره پس در خود x سیو کنن. درست؟ وقتی که جمع مساوی به این شکل است، پس اپراتورهای دیگه مشابه هم همین گپ است. منفی مساوی، ضرب مساوی و تقسیم مساوی. و در آخر چیزی که داشتیم چی بود؟ مدولوس. حتی مدولوس مساوی را هم شما میتونید که استفاده بکنید. اول عملی را انجام میده و بعد دوباره حاصل نتیجه را پس در خود واریبل طرف چپ سیو میکنه. اینا رو به نام کامپاوند اپراتورها میشناسید. که در اینجا کلشان یک جای در قسمت اساین و حتی میتونید از چی استفاده کنید؟ از
concatenate مساوی این باز قسمت اعداد شامل هست این کاتگوری که در اینجا شده در این قسمت با اون چیزی که من براتون میگم کمی تفاوت داره مثلا در قسمت نمبر اپراتورها حتی این رو هم شامل کرده اما شما میفهمید که مربوط به چی است مربوط فقط استرینگ ها است یعنی استرینگ قبلی استرینگ جدید بهش چی شده علاوه شده یاس کامپاوند اپراتورها موضوع دیگه یکی از کامپریژن اپراتور است یا اپراتورهای مقایسه‌ای که در این صورت مقایسه صورت می‌گیره و اینا موارد استعمالشان در کجا هستند در کاندیشن ها یا در شرط ها هستند معمولا همیشه در این حالت ها استفاده میشن اما حالت دیگه استفاده نه و اونا کدام ها هستند علامت کوچکتر بزرگتر کوچک و مساوی بزرگ و مساوی نامساوی نامساوی شخصا نشان بده شخصا نامساوی را به یک قسم نشان میتیم سیست یک ندایه را میمانه این ندایه میفهمیم که چی هست؟ invert, not, محبوس میکنن یعنی نامساوی و اگر مساوات را بخواییم نشان بدیم باز دو علامه مساوی این را هیچ وقت با او حالت یک مساوی اشتباه نکنیم هی اساین مقدار میتر و این مساوات را چک میکنن معمولا این اشتباه از پیش شاگرد را زیاد میشه که بجای دو مساوی یک مساوی را تایپ میکنن خب و دیگر چیزی که داریم؟ چیز دیگه نیست؟ اینی حالت هم هست نه؟ is not equal یعنی ما میتونیم که از این حالت هم استفاده کنیم بجای چی؟ بجای نامساوی در PHP زیادتر از این حالت استفاده میشه که ندایه مساوی اما در MySQL انشاءالله که کار کنیم باز شما میفهمید که در MySQL باز ما از این حالت استفاده کنیم نامساوی را به دو علامات یک قسم نشان بدیم یعنی نه کوچکتر نه بزرگتر پس چی؟ نامساوی و در آخر logical operator حالا در قسمت لاجیکال اپریتورها یا اپریتورهای منطقی این را میشناسیم خاندی؟ چی کدام کدام هستن؟ از آن لقل بگیریم خب and or و not هست خب مزد وزیفه هر کدام بگیم and چی میتونم؟ and ادامه در صورت که دو شرط هر دوشان سر بکن یعنی and چی هست؟ اجبار است، ضرورت است. اگر دو شرط داریم هر دوش حتما باید درست باشه تا نتیجه درست باشه اما او ای اختیار است از نامش پیداست یا ای صحیح یا ای صحیح یعنی هر کدومش هم صحیح بود صحیح است و حتی اگر یکش غلط بود دیگرش صحیح باز هم نتیجه صحیح است او حالتی است که اختیار است یکش هم صحیح بود نتیجه صحیح اما ان حالت اجبار است هر دوش هم باید و باید ضروری است که صحیح باشه و نات not invert است یا معکوس کننده است اگر صحیح باشه او رو تبدیل به غلط و غلط باشه او رو تبدیل به صحیح می‌کنه این اپراتورها را دست کم نگیرید ان شاء الله باز خواهید دیدیم که از این اپراتور در وبسایت ما چه استفاده‌های جالبی ازش می‌کنیم خوب اینا را یاد بگیرید یک معالی به صورت پیش رفت ما مثال براتون ندادم به این خاطر است که من فکر می‌کنم اینا رو خواندید همونطور است خب این هم موضوع اپراتورها موضوع بعدی تاپیک بعدی if else است این قسمت ها انشاءالله کوشش میکنیم ظرف یک روز یا دو روز دیگر تکمیل بکنیم چرا چیزهاییست که در C++ پروگرامینگ هم خواندیم کلن PHP بیسیک اساسات تمام زبانهای برنامه‌نویسی و مشابه است غیر از این قسمت آخر که مربوط به PHP فرم میشه